إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. توفیق است آیات مبارکه سوره بقره رو محضر مبارک عزیزان برادران و خواهران بزرگوار مطرح میکنیم. آیه این که تلاوت شد آیه شماره 195 در ادامه مباحث گذشته فرمود و انفاق کنید، هزینه کنید در راه خداوند و میفکنید خیش را با دستان خود به هلاکت و نیکو رفتار کنید که خداوند دوست می دارد نیکوکاران را. آیه شریف به نوعی مرتبط با مباحث قبلی است. همان گونه که دیشب اشاره کردم، خداوند سبحان در طی چند آیه اون دستورات لازم رو در مورد جهاد تدافعی که منطق اسلام است مطرح فرمود. دوران تظلم و مظلومیت برای مسلمانان به سر می آید. تحمل اون دشواری ها و رنج هایی که در طی این سالها 13 سال مکه و سالهایی در مدینه به جان خریدند برای اطلاع کلمه اسلام طی می شود و الان خداوند به مسلمانان این رخصت رو می دهد که اینها مقابله کنند. و گفتیم به طور کلی در بنیاد مطلب که نگاه میکنیم، ما در اسلام جهاد تهاجمی نداریم. جهاد اسلام همیشه تدافعی است. لذا صریحا در آیات فرمود و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم، با کسان شما مقاتله میکنید که اونها با شما مقاتله میکنند. شما ابتداعا با کسی سر خصومت ندارید. و در این حال سریعا تأکید شد ولا تعتدوا، مراقب باشید در این انتخابتون و در این وظیفه ای هم که برای خدا انجام می دهید تعدی و تجاوزی نابجا به کسی روا مدارید. همون هم با دقت و انضباط و رعایت تمام شؤونات و حیثیات. اما در این حال در کار خودتون باید جدی و کاملا از اصول غافلگیری هم استفاده کنید که وقتلوهم حیث و سقفتموهم. اینها رو توضیح دادیم، تکرار نمی کنم، فقط برای ربط سخن اشاره کردم. و در نهایت فرمود این رخصت رو شما دارید که وقاتلوهم حتی لا تکون فتنه. دیگه الان زمان آن است که فتنه و شرک رو از مجموعه سرزمین حرم و حجاز بردارید و اطراف خانه خدا رو آنگونه که شایسته است با نغمه توحید مزین و منور کنید. خب طبیعی است که جهاد یه بعد اون جهاد با تن و جان است، اما یه بعد اون به اون پشتیبانی است، تدارکات مالی است و حمایت اقتصادی. بدون این امکان ندارد. به همین خاطر به دنبال این فحص فرمود و انفقو فی سبیل الله. ابتداعا اگر دستور جهاد و اون برخورد تدافعی رو مطرح کرده از قرآن، حالا اون بحث پشتوانه مالی این قضیه رو مطرح می کند
و انفقو. کلمه انفاق باب افعال است، اون فعل ثلاثی مجرد و اون نفقه به معنای هزینه شدن معنای لازم داره، هزینه شدن. انفاق هزینه کردن. و انفقو فی سبیل الله، هزینه کنید فی سبیل الله، این هم همون قاتلو فی سبیل الله دقیقا مشخص است. اگر جهاد به جان است یا جهاد به مال است، یک مقصد و یک مقصود بیشتر در این جهت لحاظ نمی شود، اون هم خداست، اون هم مسیر الالله. هزینه کنید در راه خداوند فی سبیل الله. پس بنابراین این بحث این است که جهاد قائم به دو پایه است، هم جهاد به اصطلاح با جان، هم جهاد با مال، هر دو رو به مقداری که وسع آدمیان، مسلمانان و مخاطبان وحی است، باید به این وظیفه به شکل موازی عمل کنن. به دنبال اون جمله ای مطرح میشه که این جمله در عین اینکه ارتباط با همین بحث دارد، اما خود این یه قانون و قاعده کلی است در اسلام از جهات مختلف حقوقی، اخلاقی، اجتماعی و یه بحث کلی است. سریعا فرمود ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، و خودتون رو میفکنید به تهلکه و هلاکت. تلقوا القاء در معرض قرار دادن، معنای پارسی میکنیم افکندن مثلا. ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، اینجا یه نکته ظریفی در آیه هست از جهت لفظی و عبارت که چاره‌ای نیست، هرچند ادیبانه است، اما باید یه اشارت مختصری تا اون مضمون حقیقی آیه رو به بیانهای مختلفش استفاده کنیم. این بایی که دیده میشود ولا تلقوا بأیدیکم میتواند دو معنا داشته باشد. گاهی این با بر سر یه اسم وارد میشه در کلام عرب و به اصطلاح صرفاً معنای تأکید و اون فشار بر بحث رو مطرح میکند. کفا بالله شهیدا، کفا بالله شهیدا، کافیست خداوند به عنوان شاهد برای شما، شما نیاز به کسی ندارید که چشم اون رو مراقب ببینید و چشم خدا رو مراقب نبینید. کفا بالله شهیدا، کافیست که خداوند شاهدتون باشد. این با اگر نباشه هیچ فرقی در معنا ندارد، کفا الله شهیدا، اما کفا بالله شهیدا اصلا احساس میکنید که یه تأکید بیشتریست، کفا بالله شهیدا، بالله خود این با معنی دیگری در اینجا نمیرساند. در این به اصطلاح جمله هم همین حالت وجود داره، احتمال داره بگوییم ولا تلقو، این با جنبه تأکید دارد، بأیدیکم، مراد این است که نیفکنید ایدیکم، دستهای خودتون رو به تهلکه و هلاکت. یعنی چی دستتون رو به هلاکت نیفکنید؟ خود این کلمه ید هم دو معنا دارد، یه معنای ید همین است که ملاحظه می فرمایید، دست است و دست، ید ایادی، ایدی دست. خب به هر تقدیر در میان اعضاء بدن انسان و جوارح آدمی گویا دو عضوند که اینها خیلی جدیتر حضور اجتماعی و حضور عینی دارند و تلاش های انسان رو منعکس می کنن. یکی دست است و دیگری زبان است. به همین خاطر از دست و زبان که برایت که از عهده شکرش بدراید. به همین خاطر که المسلم و من سلم المسلمون من یده و لسانه، مسلمان آن کسی است که دیگر مردمان از دست و زبان او در آسودگی و در امان باشند. مشخص میشه پس در بین تمام اعضا و جوارح ما این میزان کاربری دست و زبان از بقیه اندام ها بیشتر است و تأثیرگذاری اون فزونتره که واقعا همین است. تصرفات ما با دست و زبان بیشتر مشاهده میشود. دست خودتون رو به هلاکت نیفکنید، یعنی دستتون رو تسلیم هلاکت نکنید، یعنی دست بسته اسیر هلاکت نباشید. حالا این هم معنای بدی نیست، میشه این رو استفاده کرد. اما شاید معنای بهتر به این شیوه که عرض کردم، معنای دوم دست و ید در کلام عرب به معنای به اصطلاح نعمت، به معنای قدرت. خداوند در قرآن می‌فرماید که و السماء بنیناها بعید و انا لموسعون، ما آسمان ها را با دستمون
ساختیم. این دست دست نیست برای خداوند. یعنی چی؟ یعنی با قدرت. ما با قدرت آسمان ها را بنا کردیم. ید به معنای قدرت. در بعضی از دعاها داریم که خدایا کاری کن که لعام و انسانهای پست بر من دست نداشته باشن. در دعا داریم در معصومین، یعنی اینها بر من نعمتی ندن، من مدیون نعمت اینها نباشم. چون اگر انسان اسیر لعام خلق باشد، نمیتواند از زیر بار این منت خودش به در بیاورد. این روشنه واقعا. ولا تلقوا ایدیکم الی التهلکه، به این معنا یعنی نعمت ها و فرصت هایی که خدا بهتون داده است فرصت سوزی نکنید. نعمت ها را از دست ندید. اگر خداوند بهتون موقعیتی داده است و نعمتی داده است، حسن استفاده را از مواهب و نعمت های الهی کنید. این شما هستید که ابتکار عمل دست شماست. یا این نعمت هایی که خدا بهتون داده است در مسیر سعادت به کار میبندید یا در مسیر هلاکت. پس مراقب باشید، پیش بینی بکنید، دقت لازم رو به خرج بدید. خب این یه معنا که عرض کردیم خدمت عزیزان. اگر اون بارو با سببیت معنا کنیم، معنا این میشه ولا تلقوا، که این معنایی است که بیشتر مفسران این معنا رو مطرح میکنن، خودتان را با دست خودتون به هلاکت نیفکنید. اینجا دیگه مشخصه که مفعول خودتونه، یعنی نفس خودتون را. ولا تلقوا بعیدیکم انفسکم الی التهلکه، نکنه با دست خودتون عامل بدبختیتون باشید، با دست خودتون عامل گرفتاری برای خودتون و هلاکت درست کنید. حالا اینها رو من توضیح میدم، فقط خواستم ردیف بحث مشخص باشه، استفاده هایی که از آیه میشه توضیحاتش رو خواهیم گفت. اما قبل از هر چیزی ارتباط این دو جمله با هم چیست؟ و انفقوا فی سبیل الله، هزینه کنید و انفاق کنید در راه خدا، نکند که دست از این کار بشویید. بعد ولا تلقوا بعیدیکم الی التهلکه، ارتباط این دو جمله با هم چیست؟ آیا اینا رو ما مستقل معنا کنیم؟ نه، اینا با هم ارتباط دارن و چه ارتباط زیبایی دارند. بعد از اینکه خداوند دستور انفاق رو میدهد، مثل اینکه این بحث مطرح میشه، بالاخره خداوند موقعیتی و مالی و نعمتی در اختیارت ای انسان، ای مسلمان قرار داده است، یا از این موقعیت درست استفاده میکنید و بهره میبرید و الا ولا تلقوا بعیدیکم الی التهلکه، بدانید که موجب هلاک خودتون رو فراهم میکنید. اگر کسی از موقعیت مالی و فرصتی که خداوند به اون داده است حسن استفاده کنه، یعنی این نعمت ها و موقعیت های پیش آمده در زندگی مادی واقعا اسباب سعادت انسان رو میتواند فراهم کند. استهزار دارید، همیشه عرض کردیم مال بهترین موقعیت میتونه برای انسان فراهم کنه، محمل خوبی است، مرکب خوبی است، انسان رو خوب به مقصد میتواند مال برساند. این که بارها این جمله رو شنیدید، نعم المعین علی التقوى القنا، امیرالمومنین فرمودن قنا و موقعیت مادی خوب فرصتی است که انسان رو متقی کند. اما دریغا که اکثریت انسان ها از این فرصت حسن استفاده نمی کنند، بلکه ادامه آیه شریفه می شود. مسلمانان انفقو، انفاق کنید که اگر از این فرصت ها و موقعیت های اقتصادی فراهم شده بهره نبرید، بعد بدانید خود این اموال موجب هلاکت شما می شود. ولا تلقوا بعیدیکم الی التهلکه، از همان مسیری که شما می توانید ارتقا پیدا کنید و در سبیل الله قرار بگیرید، در زوال قرار می گیرید و از همون مسیر تباه می شید اگر مراقب نباشید و کارتون درست انجام ندید و بر اصول و منوال دقیقی حرکت نکنید. بس ربط آیه مشخصه. این یک، حالا از این بالاتر عرض می کنم خدمتون. و انفقوا فی سبیل الله، انفاق کنید در راه خداوند. حالا این انفاق کردن قاعده و اصولی داره. ممکنه شما درست انفاق کنید، ممکن است به خاطر این انفاق شما دو شیوهی رو رفتار کنید که موجب هلاکتتون میشه. این هم خیلی دقیق است در این جهت. استحضار دارید که به طور کلی این در بحث اعتدال همیشه مطرح شده است. همه چیز در اسلام اون مشی و مرام اعتدالی رو خداوند در اون توصیه میکند.
و میپسندد. مثال زدیم گاهی در صفات اخلاقی، شجاعت یه ملکه عالی است در انسان‌ها، یه صفات بسیار ستودنی است واقعا. اصلا شما لذت میبرید وقتی نام شجاعت میشنوید. انسان‌های شجاع وقتی در خاطرتون عنوانشون میاد، اسمشون میاد، با افتخار یاد میکنید از اینها. اما همین شجاعت یه حد بالا دارد، یه حد پایین دارد. اگر این شجاعت از حد خودش فراتر بشه، دیگه ممدوح و پسندیده نیست، دیگه این نام شجاعت نمیگن، نام این تهوره. میتوانید در پارسی بگویید بیباکی، این خوب نیست، شرط عقل نیست. شجاعت خوب است، اما این که انسان تهور کند، انسان بیباکی کند، یعنی بیگدار و آب بزند، عامیانه مفت بازی کنه با جان خودش، این رو توصیه نمی کند هیچ انسان عاقلی. میگن این دیگه شجاعت نیست که، این که ممکنه عنوان دیگه ای باشه. اگر شجاعت از حد خودش فراتر رفت، این پسندیده نیست. اگر از حد شجاعت پایین آمد، این میشه جبن، میشه زبونی، خاری، خفت و حقارت. متاسفانه بسیار ناپسند و زشت. پس شما اون حد وسط رو که نگاه میکنید، عنوان زیبای شجاع بودن، بالاتر از اون ناپسند بیباکی، پایین تر از اون زبونی جبن. همه صفات نوعاً چنین هندسه ای رو دارن، دین ها یه حد اعلا دارن، یه حد پایین دارن، یه حد میانی دارن، که این اون توصیه اسلام است. انفاق هم همینطور است، یعنی هزینه کردن. انفاق که میگیم یعنی هزینه کردن، هزینه کردن و از فرصت های مالی استفاده کردن دو سو دارد. یه سوی اون بخل است و امساک، اون حد کف، اون حد پایین. خداوند فرصتی داده است اما انسان بخل میکنه. عجیب است واقعا هستند. الحمدلله که اینو ان مؤمنین آگاهند، میدانند بالاخره. اما بعضی از انسان ها هستند، همونطور که در روایات گفته میشه، یعیش و عیشت الفقراء، اینا در زندگی فقیرانه زندگی میکنند، اما یا حاسب و حساب الاغنیا، در قیامت حساب اغنیا رو پس میدن. یعنی چی؟ یعنی اینها از موقعیتی که خدا در دنیا بهشون داد، نه خودشون استفاده کردن، نه نزدیکانشون استفاده کردن، نه جامعه ای از موقعیت اینها استفاده کرد، نه مردمی. اینها داد خداوند نعمت رو بهشون، اما این بخل، این امساک، اصلا برای چی، برای کی، هیچ توجیهی نیست. خودشون هم گرفتار و سردرگم. این پدیده مذموم بخل وقتی در جان انسان میاد، متاسفانه دیگه انسان بر نزدیکان خودش هم رحم نمی کنند. گاه می شنویم از مشکلات اجتماعی، افرادی که وقتی نگاه می کنید اینها وسعت دارن، مکنت دارن، اینطور نیست که اینها شرایط نداشته باشن، اما واقعا از نیازهای شاید ضروری اطرافیان خودشون هم کوتاهی می کنند و دست می شوید. این مصداق واقعی ظلمه. در این صورت استحضار دارید که بحث نفقه واجب وقتی در اسلام مطرح میشه، بعد میگن بعد از نفقه واجب طبق سخنان خود پیامبر، نبی مکرم، خاتم انبیا، محمد مصطفی، آمین، و توصیه های معصومین، نوبت توسعه بر عیال میرسه. میگن اون هزینه های لازم و ضروری که خب این حتی اقل واجب، بعد از این اگر موقعیتی دارید نوبت توسعه است. دستتون رو باز کنید و اهل و خانواده خودتون توسعه بدید. حالا این دامن خانواده رو هم گسترش کنید، اینم توسعه بدید. یعنی فقط نبینید فرزند خودتون، فرزند مسلمان ببینید، نبینید همسر خودتون، زنان مسلمان در جامعه نیازمند ببینید، نبینید فقط نزدیکان خودتون رو، حلقه پیوند خودتون رو. دستتون رو باز کنید، بر سر جماعت بیشتری بگیرید. خود این نکته مهم است. پس یه طرف قضیه انفاق امساک است، بخل است، و خدا میداند که انسان وقتی در مسائل مالی بخیل میشه، بعد در بقیه مسائل همین بخل سرایت میکنه. حتی گاه میبینید در روایات البخیل و من بخل به سلام، گاه کار به اونجا میکشه که عده ای از سلام هم بخل دارند. یه وقتی عرض میکردم بعض از صفات با هم خیلی ارتباط تنگاتنگ دارن.
از زیباترین صفاتی که در ادب پارسی چقدر ستودند این رو گشاده دستی است. همین ضد امساک. امساک این دست رو فشردن، به تعبیر عامیانه آب از دست نچکیدن، اما گشاده دستی دست رو باز کردنه. حالا این گشاده دستی وقتی که دقت کنید، واقعا تأملی بکنید از این زاویه، نوعا میبینید گشاده دستی با گشاده رویی مقارن و ملازمه. انسان هایی که دست گشاده دارن روی خندان و گشاده هم با مردم دارن. اونهایی که واقعا اهل داد و دهشند، اینها چهرهشون هم گره ندارد. اینها واقعا عبوس نیستن، تند و خشن نیستن با مردم. اما انسان هایی که دستشون بسته است، چهرهشون هم بسته است. طبیعی است. اینها روی به کسی نشان نمیدن. خدای رحمت کند قدیمی های خود ما تو همین شهر و دیار ما مثال می زدن، می گفتن مردم به در باز که جایی نمی روند، به چهره باز جایی می روند. اینا چهره رو می بستن که دیگه مردم به نزدشون نیان، از اینا تقاضایی نکنن، خواهشی نکنن. رو ترش رو که می دیدن دیگه پشیمان می شدن که اصلا نزدیک بشن. انسان هایی که بخیلن، این بخل به اخلاقشون هم تسری می کند، این بخل به عباداتشون هم تسری، به همه چی تسری میکنن و دامنشون رو میگیرد. اینی که داریم گاهی بخل رو خیلی بالاتر از اون که ما تصور کنیم مذمت کردن در روایات، و گاهی مانع اصلی ورود به بهش رو بخل دانستن در فرمایشات معصومین روشن میشه برامون. اون طرف قضیه رو که نگاه میکنید، خب از امساک و بخل میاییم میرسیم به اون انفاق اعتدالی، اون حد وسط. از حد وسط که بالاتر میریم، ضد امساک میشه چی؟ میشه اسراف. یعنی از موقعیت مالی به گونه ای استفاده کردن که این شایستگی ندارد. یعنی از موقعیت مالی متاسفانه به تعبیر ما به شکل بهینه استفاده نکردن. اون اسراف و تبذیری که مسلم لطمه اقتصادی اون رو جامعه میخورد و از این فرصت بهره نمیبرن مردم و ضایع شدن سرمایه ها و فرصت هایی است که در جامعه هست. از آیه شریفه اینطور استفاده میکنیم: و انفقوا فی سبیل الله. بعد میفهمد ولا تلقوا بعیدیکم الی التهلکه. تو این انفاقتون درست سیاست گذاری کنین تو هزینه های مالیتون و اقتصادتون، چون دو سو دارد که هلاک است. یک طرف اون اسراف موجب هلاکت با دست خودتون، یه طرف اون امساک است، اون هم موجب هلاکت است. و این نکته زیبایی دارد، اضافه میکنم این بحث رو. ببینید، به دنبال انفاق بحث هلاکت رو مطرح میکند. یعنی این یه نوع دقت و توجه به مباحث اقتصادی رو بیشتر میکنه در ذهن انسان. و واقعا امر این است. مسجد خیف، حجة الوداع، خطبه نورانی پیامبر، اون وضعیت و شرایطی که ایجاد شده است، نبی مکرم دارن صحبت میکنن، یه مرتبه در بین صحبت این جمله تکان دهنده رو گفتن: حرمت و مال المسلمه که حرمت دمه. احترام مال انسان مسلمان مانند خون مسلمان است، مانند جان مسلمان است. این تشبیه حالا در غیر اون بحث حقوقی خودش که اون اهمیت رو میرساند، اصلا این نکته داره. بالاخره این توازن و اون منوال درست اقتصاد در جامعه و هزینه و بهره برداری به شکل دقیق و انفاق درست، این واقعا یه سلامتی رو به جامعه میدهد. مربوط به فردم نمیشه، آثار و برکات اون رو اجتماع میبینن، کل جامعه میبینند. این واقعا اینطور است. اما هنگامی که از مسیر خودش خارج میشود، بالاخره این تشبیه خون در بدن انسان با گردش اقتصاد و چرخش اموال درست در جامعه، این نکته ها دارد که در کلمات معصومین میبینیم. سوء استفاده از مال قرین با تهلکه میآید در این آیه شریفه، و این یه نوع هلاکت. حالا اون سوی قضیه باشد چه امساک و بخل، چه اسراف و استفاده نابجا از این ثروت ها و موقعیت ها. تا اینجا آیه رو من به گونه ای عرض کردم که حق مطلب انشاءالله همین است که انفاق با ادامه آیه ارتباط داره، و انفقوا فی سبیل الله، اما مراقب باشید
که این انفاق و هزینه کردن موجب هلاکتون نشه. دقیق از منابعتون و موقعیت ها آن گونه که باید و شاید استفاده کنید و بهره ببرید و این نعمت خداوند رو پاس بدارید. در عین اینکه این مطالب رو اشاره کردیم خدمت عزیزان، خود این قسمت از آیه شریفه همان گونه که گفتیم یه قانونی است اصلا. ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه. مسلمانان مراقب باشید، این شما خودتون هستید که گاه با دست خودتون عوامل انحطاط و هلاکت خودتون رو ایجاد میکنید. حالا این ممکنه هلاکت فرد باشه یا هلاکت جمع و جامعه مسلمانی باشد، این دست خود شماست. ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه. به گونه ای سیاست گذاری کنید در زندگی، به گونه ای عاقلانه، فکورانه، عالمانه، مدبرانه بیندیشید پایان کارتون رو، پایان تصمیمتون رو، شیوه زندگی خودتون رو، سیاست گذاری های دقیقتون رو، که مباد با دست خودتون اسباب هلاک و نابودی و از بین رفتن فرصت ها رو برای خودتون فراهم کنید. به بیان میتوان گفت این آیه همه حوزه های زندگی رو میگیرد، همونطور که اشاره کردم. حتی فقیهان در فقه این رو نسبت به تکالیف الهی هم استفاده میکنن، یعنی میگن اگر یکی از تکالیف شرعی نماز، روزه، اگر یکی از تکالیف به اونجا رسید که نفس این تکلیف الان موجب هلاکت انسان و زیان جدی به انسان هست، میگن ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه. میگن اگر آقا شما این بالاخره این تقوای شما گل کرده است تو این فصل این چنینی، حالا بالاخره سر کارتون افتاده است به این زمستان و حاجتی به آب دارید و امثال و اون رو بالاخره یاد یخ شکستن افتادید و این مسائل، ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، نکنی این کار رو بکنید. اگر احیانا واجبی از واجبات الهی موجب هلاکت شما و زیان جدی به شما میشه، واجب ابتداءن ساقط نمیشود، بدل میشه به خفیفترش، برید سراغ کمترش، کمتر اون رو انجام بدید. اگر به جایی رسید که شما این تکلیفتون دیگه بدل نداشت، نمیشد کاریش بکنید، اینجا شریعت ساقط میکند و قضای اون رو از شما میپذیرد، در یه فرصت مناسب این کار رو انجام بدید. جان شما ارزشش والاست، خداوند تکلیف رو بر میدارد برای حفظ جانتون. ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه. این از مصادیق این آیه شریفه و این قاعده کلی استفاده میشه. حالا اینو شما بیایید در مسائل طبیعی زندگی که خیلی ساده تره، خب خوردن خیلی از چیزها، استفاده از بعض از مواد و بعض از مواردی که مسلم اینها زیان به بدن دارد، مسلم اینها ناسازگاره با سلامتی جسمی و روحی ماست، مصداق بارزی میشه از آیه شریفه. یعنی این آیه شریفه میشه سند خیلی از ممنوعیت ها قرار داد، خیلی ها مخدرات هست، هر چی هست امثال اینها. ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه. صریحا خداوند این هشدار رو به مخاطبان قرآن میدهد و این آگاهی رو بهشون میده که با دست خودتون اسباب هلاک خودتون رو فراهم مکنید. هیچ کسی مانند شما خودتون رو نمیشناسد، دوست نمیدارد. خودتون حافظ وجود خودتون باشید، حافظ سلامتتون باشید، حافظ امنیتتون باشید. حالا این رو اگر فراتر بگیریم، عرض کردم تمام جامعه رو، مسلمانان شما کاری بکنید که با دست خودتون جامعه اسلامی شکوه پیدا کند، رونق پیدا کند. مباد شما کاری بکنید که خودتون موجب شکست باشید، مباد خودتون رفتارهایی انجام بدید مسلمانان که موجب هلاک و موجب سقوط جامعتون باشید. این هم یه بیان کلی اجتماعی از آیه شریف. به دنبال اون فرمود و احسنو ان الله يحب المحسنين. خیلی زیباست، یعنی این سه تا جمله پشت سر هم میشه این رو ساعت ها بستش داد، میشه روی این جزئیاتش صحبت کرد، واقعا فکر کرد و استفاده کرد، لذت برد. و احسنوا و احسان کنید. ان الله يحب المحسنين. خداوند محسنین رو دوست می‌دارد، اصلا خداوند علاقمند به محسنین است. خیلی جالب است. حالا ارتباط باز این جمله با دو جمله قبلی، با انفاق و با اینکه خودتون رو هلاک نکنید و احسان و نیکوکاری کنید، این باید ارتباط داشته باشه. اینم
شکل مرتبطش رو بگیم ابتدا هم. و احسنو. اخیراً در مباحث سوره مبارکه زمر دوستانی که حضور داشتن اشاره کردم که از صفات خداوند سبحان محسن است. ذات باری تعالی میگید محسن. این ذکر تعقیب قبل از نماز که چقدر هم لطیفه و زیباست و چقدر انسان جایگاه خودشو در قبال خداوند تعیین میکند، تعریف میکند، اقرار میکند. یا محسن و قد اتاک المسی انت المحسن و احنا المسی. ای محسن، مسیع به درگاه تو آمده است. میپذیرم که تو محسنی و من مسیع هستم، اما خودت گفتی که من بیایم و حال آمدم. به تمام زیبایی هایی که تو داری بر قبائح و زشتی های من پرده بنه و بپوشان که من آمدم به درگاه تو. محسن نام خداست. حالا خداوند که محسن است، تو همین تعقیب، تو همین به اصطلاح مقدمه برای ورود به نماز که این ذکر شریف است، توجه کنید. یا محسن و قد اتاک المسی. کوتاه میگم این رو که محسن یک معنای اون احسانیست که نقطه مقابل و ضد اساعه است. احسان و اساعه، محسن و مسیع، به این معنا میشه حسنه و سیعه. احسان اساعه، حسنه سیعه. احسان به معنای کار خوب، به معنای نیکی. سیعه به معنای کار بد، آزاردهنده، بدی. پس احسان یعنی کار خوب انجام دادن، اساعه یعنی کار بد انجام دادن. محسن کیست؟ آن کسی که کار خوب انجام میدهد. مسیع آن کسی که انتخاب بد میکند. خب به این معنا خداوند محسن است، ما هم محسن باید باشیم. ان الله یحب المحسنین. خداوند محسن است. تو زندگی خوب انتخاب کنید. ما هر انتخابی و هر عملی که کردیم دیگه اگر متوجه خطا و اشتباه خودمون بشیم، نفس اون کار جبران نمیشه، چون تکرار نمیشه. هیچ حادثه‌ای که در زندگی ما تکرار نمیشه، هیچ ثانیه‌ای که تکرار ندارد، هیچ دقیقه‌ای که تکرار نداره. بله، به ما امیدواری میدن، دلخوشی میدن، رحمت خداوند چیز دیگری است، اما واقعا هر پدیده ای در زندگی ما خود همون پدیده است دیگه. تموم میشه، این دفن میشه. انتخاب خوب انسان رو محسن میکنن در این سر دوراهی ها در زندگی که روز و شب دست به گریبان اون هستیم، در صحبت با دیگران، در برخورد با جامعه، در برخورد با همه انسان ها ما در حال انتخابیم. درود خدا بر انسان هایی که حسن انتخاب دارند، حسن انتخاب می کنند، یعنی خوب انتخاب می کنند. اینا صیاد لحظاتند، اینها دقت دارند، توجه دارند، انتخاب خوب دارند، میشن محسن. این خیلی عالی است، اقتداء به صفت محسن الهی است. اما گاه این احسان و این حسن مقابل بدی و سیئه نیست. اصطلاحی دارند اهل کلام، میگن ما قائل به حسن و قبح عقلی هستیم. مثلا این حسن و قبح عقلی. صلوات ناد بفرمایید. در این معنا حسن رو شما نقطه مقابل قبح معنا می کنید. محسن آن کسی که قبیح انجام نمیدهد و حسن انجام میدهد. قبیح یعنی چه؟ یعنی زشت. حسن یعنی چه؟ یعنی زیبا. به این معنای دوم محسن میشه کسی که زیبا انجام میدهد کار را، نه زشت، نه پلشت. پس دو معنا شد. محسن یک کسی که کار خوب انتخاب میکند، گزینه های خوب رو، خوب ها رو انتخاب میکند. به معنای دوم محسن اون کسی که خوب رو که انتخاب میکند زیبا انجام میدهد، و این دو صفت خدا هست. خداوند هم کار خوب انجام میدهد، هم کار رو زیبا انجام میده. یعنی شما انا جعلنا ما علی الارض زینت الله. خدا اگر میخواد باران هم بفرسته، میشد باران جور دیگه بیاد، اما اونقدر دانه دانه زیبا، قطره قطره زیبا. شما وقتی درون این قطرات رو تجزیه کنید،
وقتی قطرات دانه های برف رو تجزیه کنید، دانه های تگر رو، این بلورها رو تجزیه کنید، دنیا معرفت تو دلیل کردن این کارها رو، دنیا معرفت تو این هاست. وقتی این شکل ابرها رو میبینید، میرید بالای هوا، با این عرض به خدمتون پرنده ها از اون بالا نگاه میکنید، بالا سر ابر، این شکل اینها رو، خب ما کو بالا نیستیم بخوایم استفاده کنیم، اما چقدر زیبا، چقدر اشکال هندسی لطیف. اصلا هر چی رو خداوند در وجود قرار داده است به زیبایی، به شکوه و جمال فاخرانه. تمام انتخاب‌های الهی به تعبیر ما، با بیان خودمون عرض می‌کنم، همه زیبا، حسن به دو معنا، محسن. همین رو خداوند از بندگانش دوست دارد. دوست دارد انسان‌ها هم همین طور باشن. اینها هم انتخاب خوب داشته باشن، هم انتخابشون رو زیبا عمل کنن. اینها در صورت‌ها و قالب‌های پسندیده و جمیل این انتخاب‌های خودشون رو نشان بدن و مطرح کنن. در این صورت هر دو معنا محقق میشه و بازگو میشه. حالا با این مقدمه که عرض کردم، احسان گاهی به دنبالش الا میاد. الا، الف همزه، لام یه الا. اگر الا به دنبال احسان آمد، اینجا معنای اولی است، به معنای کار خوب کردن است، به معنای کار خوب کردن است. اگر احسان به دنبالش الا نیاد، عامه و بیشتر معنای زیبایی و جمال درش وجود دارد، یعنی کار را زیبا انجام دادن. احسن کما احسن الله الیک، همونطور که خدا به تو خوب رفتار کرده است، تو هم با دیگران خوب رفتار کن. انسان خوبی های خدا رو تو تحویل بده به بندگان او، و خداوند از تو راضی و خرسند است. این الا که میاد به معنای اون کار خوب است، وقتی نمیاد به معنای اون زیبایی، جمال و حسن در رفتار است. اینجا فرمود انفاق کنید، مراقب باشید که این فرصت‌های اقتصادی شما رو به هلاکت نرساند. درست بعد برای تکمیل فرمود و احسنو، انفاقتون زیبا باشد، انفاقتون مباد با منت، مباد با اهانت، مباد با مسائل جنبی اون باشد که دیگه اون ارزش عملتون رو از بین میبرد. ان الله يحب المحسنين، خداوند محسنین رو دوست میدارد. و حالا من اضافه میکنم اینجا، گذشته از این مطالبی که گفته شد، وقتا اشاره میکردیم احسان اولا وقتی نگاه میکنیم دو شاخه دارد. ما یه احسان الالله داریم، یه احسان الالناس. گاهی احسان ما طرفش خداست مستقیم، گاهی طرف احسانمون بندگان خدا هستن. هر دو احسان است و اون کسی که چنین میکند محسن است. حالا مایلم برای نورانیت بیشتر محفلمون و استفاده فزونتر از سخنان معصومین، یکی دو روایت کوچک رو در حد کوتاه، یکی از این روایات رو خوندم یک باری، یکی دو تای دیگر رو نه، اولین بار خدمت دوستان مطرح میکنم و بازگو میکنم که این تقسیم احسان توش خوب دیده میشه. از نبی مکرم سوال شد، از پیامبر اسلام سوال شد که حیث و سؤلن، وقتی این سوال رو کردن، فمل احسان. اتفاقا در تفسیر همین آیه است، مفسران این حدیث رو در احسن و ان الله یحب المحسنین نوشتن. یا رسول الله، و مل فمل احسان، احسان چیست؟ خیلی عمیق جمله دارد پیامبر احسان الالله رو مطرح میکنند. فهمدن ان تعبد الله که انک تراه. میدونی حقیقت احسان چیست؟ اینی که خدا رو جوری عبادت کنی که گویا که انک تراه، میبینی او را. این چه احسان واقعی؟ محسن اون کسیست که خدا رو همیشه شاهد میبینه، محسن اون کسی است که نگاه الهی رو همیشه متوجه خودش. این چطور عمل میکنه در ارتباط با خدا؟ کأنک تراه، اون مراقبت، اون توجه کامل. بعد مثل این که مخاطب وقتی پیامبر این جمله رو گفتن یک کمی به حال خودش مثلا تأسف خورد که حالا ما میبینیم نبینیم چطور. برفهمدن ان لم تکن تراه فانه یراک. حواست هست، تو اگر
اون چشم بینش و حذاقت رو نداری، خب حداقل بدان تو اگر او را نمیبینی لایزال او تو را میبیند. خب پس به این چی برفتار کن؟ اینم احسان است. اوج احسان این است که تو فکر کنی که خدا تو را، که تو خدا را میبینی. این اوج احسان است. محسن واقعی اون کسی است که میگوید زئلب آیا گمان میکنی علی خدایی را که ندیده است عبادت میکند؟ این میشه محسن اعلا، فرد اعلایی است. و مراتب بعدی. حالا اگر تو این ایمان رو نداری و این شرایط رو نداری که خدا را ببینی، عبادتت با این حالت باشه، این علم و معرفت رو داری که خدا تو را میبیند، حالا اینطور عبادت کن خدا را. اینم احسان است، این هم مصداق احسان است. بسیار زیبا فرمودن نبیه. و همچنین فرمودن اذا احسن المؤمن عمله ضاعف الله عمله بکل، بعد به دنبالش ضاعف الله عمله بکل حسنه سبعه. اگر به این شیوه کسی بتواند عمل خودش رو تنظیم کند که دارد خداوند میبیند یا من او را میبینم، خدای سبحان مضاعف میکند عمل چنین انسان و بنده ای را، هر عمل نیک اون رو سبع مئه، به 700 برابر از او میپذیرد و قبول میکند. این مصداق آن است که والله یضاعف لمن یشاء، پیامبر اشاره میکند و فرمودند فاحسنوا اعمالکم، پس به خود بیایید این فرصت رو استفاده کن. حدیث دوم. سوال شد و من احسان، احسان چیست؟ باز فرمودن از نبی مکرم، فرمودن میخوای من مصداقی از احسان رو برات بگم که بدونی اینها احسان به خداست. اذا صلیت فاحسن رکوعک و سجودک، وقتی نماز میخوانی زیبا و نیک رکوع کن و سجود کن، سجده و به اصطلاح رکوعت، اجزای نمازت زیبا باشد، با شکوه باشد. و اذا صمت فتوقع کل ما فیه فساد صومک، وقتی که روزه میگیری مراقب باش هر چیزی که ممکن است به روزه تو لطمه بزند اونها رو کنار بگذار، نه اون نه چیز رو. اگر احساس میکنی بعض از نگاه های زهراگین است، اگر احساس میکنید بحث از کلمات نیشدار است که اینا میگی فاسد میکنه روزه تو رو، اینها رو به کناری بنه. این میشه مصداق احسان به خداوند. و کل عمل تعمله لله فلیکن نقیا من الدنس، هر کاری رو که برای خدا انجام میدی اینو پاکیزه انجام بده، توش نقطه تاریک نگذار. اگر بتوانی چنین عمل کنی تو المحسن الالله، تو با خداوند ارتباط احسان رو برقرار کردی. و چنین و خب طبعا این احسان الالله، از اون طرف احسان به خلق دامن اون گسترده است دیگه، هم حوزه اخلاق است و ادب است، هم حوزه اقتصاد است و هم بقیه مسائل و مواردی که مطرحه. فرمود و احسنوا ان الله يحب المحسنين، احسان کنید که خداوند محسنین رو دوست می‌دارد. پس بنابر این بعد از دستور به جهاد و اون حالت جهاد تدافعی، خداوند به پشتوانه جهاد اشاره می‌کند و انفقوا، از این فرصتاتون استفاده کنید و در راه خداوند از اموالتون بهره برداری بیشتر داشته باشید. بالاخره میدانیم عزیزان که بیشترین اختیاری که خداوند به ما در دنیا داده است اختیار به مال است. ما اون مقداری که اختیار اموالمون رو داریم اختیار جانمون رو نداریم. اون مقداری که ما قوه تصرف در اموالمون رو داریم در جانمون که نمیتونیم اون مقدار تصرف کنیم. لذا اول مال است. همیشه هم میبینید در قرآن وقتی که بحث جهاد مطرح میشه، جاهدوا فی سبیل الله با اموالکم و انفسکم، ابتداعا خداوند مال رو مطرح میکنه. گاهی مزاح میکنن اینجا به عنوان تنوع، گاهی میگن بالاخره اگر خدا اول مال رو میگن بعد جان رو، چون مال دادن سختتر از جان دادن است، لذا اول خدا این رو میگه که هشدار بده. حالا این برای شوخی و مزاح خوبه، اما عکس اینه، چون تصرف ما در مالمون راحت تر است و بیشترین اختیار رو در مال داریم، خداوند از مال شروع می کند، بعد از مال نوبت جان می شود.
خب انفاق کنید و از این فرصت ها استفاده کنید، و اما خود این هم ضابطه دارد. مراقب باشید که این سیر اقتصادی درست جامعه را حفظ کند، به تعادل برساند و به هلاک نبرد. تأکید میکنم روی این، خیلی میشه باز هم عرض کردم میدانداری کرد که دیگه ما میخوایم بگذاریم از بحث خارج بشیم. ولا تلقوا بأیدیکم إلی التهلکة. و در این حال یه قانون کلی یا استفاده جامع در هر مسئله در زندگی، چشمتون رو باز کنید، بصیرتتون رو به کار ببندید و اون مسائلی که موجب هلاک انسان است، موجب نابودی و زوال انسان میشه، ولا تلقوا بأیدیکم، دست رو واپس بکشید و مراقب باشید، خودتون حافظ حدود و حقوق خودتون باشید و احسنو. اگر هم اومدید تو این احسان، کارتون رو زیبا انجام بدید. اگر آمدید در وادی انفاق، کارتون درست انجام بدید. ان الله یحب المحسنین. خب این آیه هم تتمه بحث جهاد بود که در نوبت قبل گفتیم و اینجا تمام شد. ابتدا آیه بعدی رو به تعبیری سرنخ سخن بعد رو میگم و انشاءالله بحث مفصل رو میگذاریم برای فردا شب. و اتم الحج والعمرة لله، و اتم الحج والعمرة لله. ادامه آیه رو خواهم گفت. تمام کنید حج و عمره را برای خداوند. حالا چطور شد یک بار اینجا بحث حج و عمره مطرح شد؟ دیشب اشاره کردم زمینه این آیات جهاد، زمان شروع این دستور اکید همراه با عمره القضاء پیامبر بود. این رو عزیزان استهزار دارند که پیغمبر مکرم اسلام بعد از اینکه از مکه بیرون آمدند، یک حج بیشتر در تمام اون 11 سال انجام نداده. اونم حجۃ الوداع بود و دو یا سه عمره پیامبر به جا آوردند در این مدت. دو یا سه عمره، مسلم دو، احتمال داره سه عمره و یک حج. این محصل 11 سال به اصطلاح کار پیامبر بود. اما ریشه ارتباط مشخصه، چون قبلا آیات جهاد تو فضای عمره مطرح شد، الان دیگه الکلام یا جر الکلام میکشد این مطلب که یک گزاری خداوند به این بحث بکنه. گذشته از این، خود حج یه مصداقیست از جمع شدن چی؟ جهاد به جان و جهاد به مال. یه مرکز تجمعیست. حقیقت حج یه جهادیست، اونم از نوع جهاد برتر، یعنی جهاد با نفس. و در این حال یه زمینه یه جهاد مالی و اقتصادیست. پس این یک بحث بسیار زیباییست که تناسب با مقوله قبلی هم کاملا دارد. اما تعبیر اینه و اتم الحج و العمرة لله، تمام کنید حج را و عمره را برای خداوند. خود کلمه اتمو و حج و عمره، سه تا کلمه هست اینجا که یه تذکری باید با هر سه، من دو تاشو بگم اون تمامشو میگذارم بعد که بحث بیشتری دارن. هم خود دو تا واژه رو معنا میکنیم. اولا کلمه حج، حج یحجو در خود لغت به معنای قصد یقصدو، به معنای قصد کردن است. یعنی قصد یعنی چه؟ یعنی یه مقصودی قرار دادن و به سوی اون فکر کردن و حرکت کردن. قصد میکنید شما تهران را، قصد میکنید اصفهان را، یعنی منتها الیه سیر شما تهران خواهد بود. حج ای قصده، هدف گذاری کردن و قصد. این در لغت است. اما در اصطلاح شرعی ما حج به معنای صرفاً فقط قصد و بیت الله، یعنی فقط خانه خدا را قصد کردن. حج قصد خانه خداست. حاجی اون کسی که مقصود خودش رو کعبه قرار میده، به سوی کعبه عزم رحیل میکند و مقصود خودش رو کعبه قرار میده. این میشه لغت حج. کلمه عمره در اصطلاح لغت به معنای زیارت و دیدار است. اصلا خود واژه عمره یعنی زیارت و دیدار. این معنی شما اگر کسی رو دیدار میکنید این عمره است در لغت. اگر جایی رو دیدار میکنید این عمره است به معنا. اما در اصطلاح شرعی عمره بنا شد فقط زیارت خانه خدا باشد، دیدار خانه خدا باشد.
این اصطلاح وضع شد برای با این فرق که حج در یه محدودیت زمانی قصد خانه خداست، عمره در 12 ماه، عمره دامنه گستره‌ای دارد، 12 ماه سال امکان این هست. اما حج با همه اون اقسام حجی که انشاءالله توضیح خواهم داد قسمت هایی از اون رو به مناسبت آیه، این نه، در یه بازه زمانی محدود، ایام اشهر معلومات، در یه ماه های مشخصی برای حج، اما برای عمره تمام این ایام. حج قصد است. حاجی اولین کاری که انجام میده هدف گذاری است، قصدش رو تعیین میکند. اصلا ویلا کلمه حج بی‌معناست. عمر ریشه لغت از ماده امارت می آید، آبادانی می آید. عمر زیارتی است که در آن آبادی امارت دست می دهد به اون مدتی که این تن مأموره به دلیل وجود روح تو این تن عمر می گید. وقتی که این در قفس باز شد، این مرغ پرید، این بدن به فساد کشیده می شود. این بدن دیگه حال روز اون معلوم است، دیگه خراب میشه، دیگه امارتش از بین میره. عمره، عمره گفته میشود چون زیارتی است که آبادان میکند، زیارتی است که خرابی را برمیدارد و آبادانی را در وجود انسان جایگزین میکند. حالا با این دو معنای لغوی فرمود اتم الحج و العمره لله، این حج و این عمره رو باید تمام کنیم. تمام یعنی چه؟ انشاءالله ادامه بحث رو خدمت عزیزان فردا شب تعقیب خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند، دست ما از دامن قرآن و اطرت در دنیا و با کوتاه مگرداند، توفیق فهم و لذت از آیات شریفه قرآن و عمل به مضامین نورانی کتاب وحی رو به هممون مرحمت بفرماید. صلوات الله بفرماید.